بینندگان عزیز سلام. امروز چهارشنبه 29 جوزای سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 19 جون سال 2013 میلادی. با مجموعه از تازه‌ترین خبرهای ما از افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. گوینده توریال افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. در اثر انفجار ماین در ولایت غزنی یک سرباز پلیس کشته شد. مسئولان صحی غزنی با تایید این خبر می گویند که این انفجار حوالی 11 پیش از شاشت روز چهارشنبه در ساحه پس حصار شهر غزنی رخ داده است. از سوی هم یک منبعی که نخواست نامی از وی گرفته شود میگوید که سربازان حوزه اولی امنیتی زمانی که میخواستند یک حلقه ماین را از ساحه پس حصار شهر غزنی خونسا نمایند، به تعقیب خونسا شدن یک حلقه ماین، ماین دیگری منفجر شد که در نتیجه آن یک سرباز حوزه اولی امنیتی جانش را از دست داد. گشایش دفتر طالبان در قطر خشم نمایندگان مردم را برانگیخته است. این نمایندگان میگویند که باید دولت افغانستان سیاست خارجیش را روشن سازد که چه سیاستی را دنبال می کند. در این حال شماری از نمایندگان مردم از تشدید نامنی ها و افزایش طرح ترور نمایندگان مجلس ابراز نگرانی می کنند. حکومت افغانستان گفتگوها بر سر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را در اعتراض به گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان در قطر به حالت تعلیق درآورد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه‌ای می‌نویسد که گفتگوها درباره توافقنامه امنیتی در کابل جریان داشت و شورای امنیت ملی آن را به دلایل تناقض‌گویی آمریکا در مورد روند صلح به حالت تعلیق درآورده است. قرار است در آینده نزدیک روند دوم ثبت نام رای دهندگان به سطح ولسوالی ها آغاز شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که تا اکنون بیش از 50,000 تن از سراسر کشور کارت های رای دهی را به دست آوردند. با گفته این مسئولان از میان 50,000 تن 25% آنان زنان هستند. این در حال است که اخیراً مقام‌های محلی از کمبود مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت به شدت انتقاد کرده و خواهان افزایش این مراکز در ولایت‌هایشان شده اند. با سر سپاس از شما بینندگان عزیز و همکاران تکنیکیم در استودیو خبر، این بود مجموعه از تازه‌ترین خبرهای ما از افغانستان و جهان. وقت خوش، الان نگهدار.